سلام دوستان عزیز، خدمت آقای مهاجرانی هستیم. ایشون دعوت ما رو پذیرفتن و با ما یه پادکستی انجام دادن و دلیل پادکست بیشتر مسئله تیم‌های فوتبال و کاری که من دارم سعی می‌کنم برای استان گلستان انجام بدم، برای معرفی استان گلستان، بر محوریت و قابلیت های ورزشی که استان گلستان و ملی پوش هایی که تربیت کرده. خب آقای مهاجرانی، شما که از نخبه های اصلی فوتبال ما هستید و آدم سرشناسی هستید، ولی متاسفانه نسل جدید ما، نسل برادرزاده ها و خواهرزاده های ما شما رو زیاد خوب نمیشناسن. امکانش از کوتاه خودتون رو برای نسل نواهای خودتون معرفی کنید؟ دیگه خیلی برای نو سخته، چون به قول شما توجیه شده نیستن و فقط جامعه ورزش ممکنه که اینقدر علاقمند به ورزش داشته باشیم که بتونه مثلا فرض کن سابقه منو یا از کجا فوتبال شروع کردم، چجوری شد به تیم ملی راه پیدا کردم. ولی به هر حال هنوز که من خارج از کشورم هستم، من ورزش مملکتم و نه تنها فوتبال و رشته های مختلف دنبال میکنم، کشتی، وزنه برداری، هر کی به نوعی خدمت به جامعه ورزش کرده برای من قابل احترامه. در همون جایی هم که جناب علی اشاره کردی، من فوتبالیستم، ولی میدونم چه والیبالیستی مثل فرهاد قائمی شما دارید، یا اینکه سردار آزمونه دارید، یا اینکه مسابقات اسلوانی دارید. چقدر مردم علاقه گنبد و گرگان علاقمندن مسئله ورزش. حالا احتمالاً شما نمیشناسنش، ولی پسرعموی منم آرش وکیلی، ملی پوش والیبال ساحلی ایرانه و قشنگی کار بچه‌های والیبال ساحلی این که فدراسیون والیبال ساحلی رو آوردن استان گلستان. هر چهار ملی پوش والیبال ساحلی ایران از استان گلستان میان، یعنی استان گلستان یک منطقه بسیار حاصل خیز، زمین پربرکتی داره، خیلی اونجا مهاجرت میکنن و ورزشش هم خیلی خیلی جالبه، ولی متاسفانه این حوزه های مختلف به هم وصل نشده. حالا من شاید به خاطر اینکه سالیان سال خارج از کشور بودم و عرق زیادی دارم نسبت به ایران مثل خود شما، خیلی دلم میخواد که ما قابلیت های مختلفی که داریم رو بتونیم به هم متصل بکنیم. و حالا به زیاده آجام بکیری، من استعداد و پتانسیل ورزشی من در تمام ایران هست. هر منطقه ورزش تخصصی خودش داره به خاطر سنن و آداب اجتماعی اون منطقه. مثلا گنبدی که اشاره کردیم، گلستان اشاره کردیم، ورزش‌های سنتی که سینه به سینه بابا بزرگ و پدر و بچه منتقل شده، این الان فرض کنم همین سردار آزمونه که شما میگید میدونیم فوتبالیه، باباش والیبالیست بوده، خود سردار مثلا یکی از تفریحاش اسب داره، توجه کردی؟ و این خیلی کمک میکنه، یعنی اینقدر که آزمون میتونه الگوی جوانان مثلا همون منطقه یا ممیو بشه، من نمیدونم چون من یه به سن بازنشستگی هم فقط میتونم از نقطه نظر هدایت و راهنمایی حرفی بزنم، ولی اون عملا میتونه نشون بده. ولی مقصودم اینه که سراسر مملکت ما پتانسیل و استعداد هست و هر جا که شما برید سرمایه گذاری کنید ورزش، حتما جواب خواهید داد و بهترین راه برای سالمسازی جامعه ما ورزش. من کاملا حرف شما رو قبول دارم. حالا میدونم که بچه ها منتظر شما، من قول اینو میگیرم که ما روز یک شنبه مصاحبه مفصل تری، حتی مصاحبه نیست، من بیشتر دارم میخواد شما رو به نسل جوانی که فرصت این رو نداشتن که شما رو بشناسن خیلی به صورت کوتاه معرفی بکنیم. ازتون یه قول میگیرم، ما یه تیم، یک پروژه خیلی قوی سوشیال انترپرنورشیپ توی ازمیر توی کوشادسه داریم به نام آلتون اردو، نمیدونم اسمشون رو شنیدید؟ نشدم. مدیر آلتون اردو دوست نزدیک منه و تو دانشگاه ما یه سری کارهایی روی کار، یعنی تأثیر ورزش روی مسائل فرهنگی و مسائل اجتماعی باش داشتیم، یه سری قولایی من ازش گرفتم. من دلم میخواد از همین حالا دعوت کنم شما تشریف بیارید اونجا، از تأسیسات سه‌گانه و چهارگانه، چهار جای مختلف ازمیر اینا اومدن زمین دارن، از امکانات سخت افزاری این مجموعه شما یه دیدار بکنید که این معرفی باشه برای بچه‌های ایران
که یک خیلی من خوشحال میشم آقای وکیلی. ازمی اتفاقا منطقه اسکی هم هست. ازمی اسکی هم بازی میکنن، اسکی برف. اون بورساست، اولودایه. آه بوداست به بورساست با حالا من چون سالیان سال ترکیه هم بودم، بعد از اونجا رفتم کالیفرنیا. معتقدم که از گردشگری ترکیه، از ترانه ما خیلی میتونیم استفاده کنیم. مثلا ورزش رو یک یعنی هیچ اشکالی نداره ما از ورزش استفاده بکنیم. سوء استفاده بسته شده است، ما از ورزش استفاده بکنیم برای نزدیکتر کردن حداقل همسایگانمون به ایران. و مثلا همین که یک کلاه رو ما بذاریم و این حالت معرفی فرهنگ منطقه من باشه، چون به هر حال اونا از شرق آسیا اومدن اونجا و میخوان ریشه خودشون رو بهتر بشنن، یک جاذبه است. یعنی باعث میشه که گردشگری شما بس از ملی پوشای استان گلستان کردید، من از همینجا از ژاپنیایی که فارسی متوجه میشن به خاطر اتفاقاتی که افتاد عذرخواهی میکنم. آقای سردار آزمون، به نظر من خیلی عذر میخوام که من این رو در حضور شما میگم، مشاوره های خوبی در شهر گنبد نداره و این بچه حیفه. این اگر یه ذره بهش برسن میتونه در لیورپول و جاهای خوب. من تم گرفتم، خیلی ازت ممنونم، که خیلی هم خوشحالم که با شما صحبت میکنم. در یه فرصت مناسب بیشتر در خدمت شما خواهم بود، بیشتر به سوالات شما جواب خواهم داد. من فقط یه قول آخری ازتون میگیرم، من در ترکیه، شما من در امارات، دست این جوان ها رو، یعنی نخبه ما زیاد داریم، یعنی پتانسیل نخبه ما زیاد داریم، فقط اینا رو باید یه ذره چکش کشی بشه روشون. ایشالله با امید اون جوان ها رو میسپارم دست شما. مرسی، با آرزو موفقیت. دلم میخواد در قربت هواشون رو داشته باشه. با آرزو موفقیت برای شما هم برم. مرسی، خیلی ممنون. ما هر دو از مکتب پاس هستیم. قربونت برم. من خیلی خوشحال شدم. همچنین عزیزم، خدا به هر حال روز